آمدید به روی خط. حداقل دستمزد سال آینده 11 میلیون کارگر ایرانی مشخص شد. حدود 500 هزار تومان در ماه که در واقع نسبت به سالهای گذشته 25% افزایش پیدا کرده. این خبر واکنش‌های اعتراضی زیادی رو به دنبال داشت. از جمله تشکل کارگری گفت که دستمزد سال 92 توهین به کارگراست. اما سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی میگه دستمزدها در واقع حدود 30% اضافه شده و بیشتر از این باعث بیکار شدن احتمالی کارگران شد. نظر شما در این باره چیه؟ حداقل دستمزد کارگرا به نظرتون بر چه اساسی باید تعیین بشه؟ دولت، کارفرماها و نماینده‌های کارگری این وسط چه نقشی دارن؟ چرا به نظرتون کارگرا تا حالا نتونستن به مطالباتشون دست پیدا کنن و معمولاً جزو طبقه آسیب پذیر جامعه محسوب میشن؟ برای شرکت در گفتگو امشب با خط مستقیم 202-692-4360 تماس بگیرید یا از طریق اینترنت و در شبکه‌های اجتماعی با رویا ملکی در ارتباط باشید. مرسی. سلام، شب شما بخیر. من هم منتظر شما هستم در فیسبوک. در مورد موضوع حداقل دستمزد کارگری همراه شما هستیم. بیاین در فیسبوک و با من چت کنید و یا در اسکایپ به صورت صوتی و تصویری و همینطور میتونید برای ما ایمیل بزنید و نظرتون بدین یا شماره تماس بزنید. همکاران من با شما تماس میگیرن. همینطور میتونید در توییتر ما رو دنبال کنید و آدرس های برنامه هم که در طول برنامه میتونید زیرنویس ببینید. اما باید به شما بگم که تا چهارشنبه یعنی شب عید نوروز زمان کمی مونده. ما منتظر ویدیوهای شما هستیم. هر جایی که هستیم میتونید برای ما یک ویدیو بفرستین و پیام تبریک نوروزیتون رو به خودتون، خانوادهتون و تمام کسایی که دوستشون دارین بفرستین و ما حتما در برنامه ویژه نوروزیمون پخش میکنیم. برخوار ما منتظر این هست که این دفعه ما شما رو ببینیم. من مهشید ندیری هستم و وضعیت کارگران و تعیین حداقل دستمزدشون در سال 92 موضوع گفتگو امشب برنامه روی خط. همکارم رویا ملکی گفت که شما از تبریکات نوروزیتون هر جای دنیا که هستید فیلم و ویدیو بگیرید و برای ما بفرستید. با موبایلتون، گوشی تلفنتون میتونید این ویدیو رو ضبط بکنید و برامون بفرستید. محمد از تخت جمشید برامون یه ویدیو رو فرستاده، این رو با هم ببینیم. الان تخت جمشید هستیم، سال نو رو تبریک میگم، سال خوبی داشته باشه. خب بله، منتظر ویدیوهای شما هستیم. این ویدیوها رو روز چهارشنبه در برنامه روی خط، در برنامه ویژه سال نو روی خط پخش میکنیم. براتون هم باز برگردیم به رویا ملکی و ببینیم در فیسبوک چه خبر. به همین سادگی محمد چند ثانیه فیلم برداری کرد، هم ما رو با خودش برد تخت جمشید، ما هم تخت جمشید دیدیم. هم یه پیام ساده فرستاده بود، ما هم آرزوی خوشبختی و سعادت داریم برایش سال جدید و منتظر همین ویدیوهای ساده شما هستیم. زمانش کوتاه باید باشه و از هر جای شهرتون که دوست دارین میتونین فیلم برداری کنین، میتونین توی خونه همراه اعضای خانوادهتون، حفظین از پیش تعیین شدهتون کنار اون بشین و برای ما فیلم بفرستین. به هر حال همه این کارا رو میتونید بکنین که در برنامه خودتون حضور پررنگ‌تری داشته باشین. اما تعیین حداقل دستمزد کارگری یکی از مباحثی بود که موضوع داغ هفته گذشته بود و اینکه کاربرهای زیادی نشسته بودن و چرتکه مینداختن و حساب کتاب میکردن که با این پول در سال آینده چی کار میتونن بکنن و اصلا چی میشه خرید و به کجای زندگیشون، به قول معروف به کدوم زخم زندگیشون بزنن. این بیشتر این دغدغه‌ای بود که فضای مجازی رو به خودش درگیر کرده بود و البته این دغدغه از بیرون منتقل شده بود و خیلی ها رو وادار کرده بود که یه واکنش نشون بدن. مثلا من یکی از این توییتری ها رو براتون بخونم که گفته بود که دستمزد، تعیین دستمزد حداقل برای کارگران اعلام جنگ به کارگران ایرانی هستش. این یکی از پیام های توییتری بود که من براتون خوندم. خب ممنون رویا. روزبه و سپه روی خط هستید. روزبه از بلژیک، نظر شما رو اول بشنویم. روزبه، شما چی فکر میکنه در مورد این افزایش دستمزد، افزایش 25% که البته رقمش میرسه به 500 هزار تومان، حدود 500 هزار تومان، حتی کمتر از اون هم هست. سلام و
عرض ادب دارم خدمت شما خانم ندیری و همکار محترمتون خانم ملکی. و از همینجا و از فرصت میخوام استفاده کنم و پیشاپیش عید نوروز رو به شما و به همه ایرانیان تبریک بگم. خواهش میکنم. عرضم بزرگتون، ببینین دستمزدی که تا سال قبل یعنی تا سال 91 رو پایه 390 هزار تومان بوده، یعنی مینیموم دستمزد، الان رسیده به 487 هزار تومان، یک چیزی در حدود 500 هزار تومان با یک رشد 25%. اگر اینو ما بخوایم مقایسه کنیم با نرخ تورم داخل ایران که به نام گزارش‌های خودشون اعلام کردن نرخ تورم یک چیزی هستش بالای 31%، ولی در واقع نرخ تورم بالای 50% هستش. کارگرای ایرانی الان مجبورن با 500 هزار تومان در ماه بتونن امرار معاش کنن. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه سفره‌هاشون خالی‌تر میشه و دسترسی به حداقل امکانات توی زندگی براشون واقعا سخت‌تر و سخت‌تر خواهد شد. بله. کارگران کسایی هستن که واقعا اقتصاد مملکت رو دارن چیز میکنن، تعیین میکنن. روز به این افزایش دستمزد در سال 92 در شورای عالی کار تصمیمش گرفته شده و خب نمایندگانی از طرف کارگران اونجا بودن، از طرف کارفرمایان و از طرف همینطور دولت. چرا فکر میکنی این وسط در واقع به ضرر کارگرها شده و اون نمایندگان کارگرانی که در این شورا بودن نتونستن به اصطلاح حق کارگرها رو بگیرن؟ نه اصلا اونا اجازه پیدا نکردن که بتونن این حق رو بگیرن. خب چرا فکر میکنی اینطوریه؟ ببینید، ما داریم صحبت از ایران میکنیم، یک کشوری که سیستم اقتصادیش یک سیستم متزلزل خرابه و برپایی، ببینید دولت داره این سیستما رو تعیین میکنه که بتونه یک به یک نحوی تحریم ها رو دوره کنه با گرفتن حق مستقیم مردم. شما وقتی که نماینده کارگری، ما که سندیکای کارگری توی ایران نداریم، ببینید کارگرای ما از حقوق اولیه محرومن. یعنی اینکه یک سندیکای کارگری وجود نداره، حق اعتراض ندارن، راهپیمایی نمیتونن انجام بدن، اعتصاب اگر بکنن میگیرنشون، میکننشون زندان، از شرکت اخراجشون میکنن. بنابراین یعنی هر کسی که این تصمیم رو میگیره به عنوان یک مرجع دولتی، به عنوان فرستاده دولت، این تصمیم گیری مورد قبول باید بشه. حق اعتراض جایی نیست. باید. شما نمیگن ببینید داخل ایران، من خودم یکی از کارگرایی بودم که داخل پتروشیمی ایران کار میکردم چندین و چند سال و توی جزیره خارق کار میکردم و الانم چیزی هستش در حدود 12 سال که توی شرکت پتروشیمی کشور بلژیک دارم کار میکنم. اما روز به اگر اجازه بدی پیش از اینکه در مورد تجربت در بلژیک بگی، البته خب شاید مقایسه کردن این دوتا کشور خیلی درست نباشه، اما به هر حال قبل از اینکه از تجربت بگی اجازه بده ببینیم سپهر از تهران روی خط سپهر چی فکر میکنه. با درود به شما و همکاران محترمتون، منم اجازه میخوام فرارسیدن نوروز باستانی رو، عید جمشیدشاه رو به شما و همه همکارا و تمام ایرانیا تبریک بگم. در مورد سوال شما، ببینید این کلا من میخوام متفاوت‌تر به قضیه نگاه بکنم. دولت جرأت و توان اینو که بیشتر از این بخواد دستمزد کارگرا رو ببره بالا نداره. حالا چرا؟ به این معنا که ببینید هر چی تولید کننده و کارفرما داره در میاره، دولت گرفته ازش و داره میگیره. برای مثال براتون بگم، یک مرغداری صنعتی تو ایران که 12,000 قطعه، یک گازوئیل زمستونیش سالهای گذشته در میومده 800 تومن، 900 تومن تا 1,000,000 تومن، الان در میاد براش بین 9 میلیون تا 10 میلیون تومن. و خرجهای دیگه که من بخوام برق رو بگم، نمیدونم دونش رو بگم، اینا خیلی، حالا نه تنها مرغداری، همه رو. ببینید جرأت نداره دولت، چون میدونه که کارگرا رو نمیتونن ساپورت کنن. حتی الانش هم یک سری از کارفرماها اعتراض کردن که این دستمزد هم نمیتونن بدن. این به معنای اینه که کارگر رو میخواد اخراجش بکنه یا در کارخونه رو ببنده، همینطور که تا الان همه بستن، خیلی‌ها بستن، الان کارخونه دیگه فعال نیست. خب سپهر، شما فکر می‌کنی نمیتونن یا اینکه نمیخوان؟ چون بین اینا تفاوت وجود داره، اینکه نمیتونن یا نمیخوان، چون یه تحلیلی که وجود داره دولته. بله ببینید، دولت نمیتونه، ببین توانشون، چون وحشت از این داره که کارخونه ها تعطیل بشه. ببینید تعطیلی و بیکاری کارگرا برای دولت
معضل بدتریه تا اینکه حقوقشون همون حقوق بخور و نمیر رو داشته باشه. از الان بخور و نمیر هم نمیشه بهش گفت. پس شما به نوعی موافق حرفی هستید که سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، ایشون هم به همین مطلب اشاره کرده بود و گفته بود که ما حقوق رو، حداقل دستمزد رو بالاتر از این نمیتونستیم بیشتر از 25% اضافه بکنیم به دلیل اینکه باعث میشد کارگرها اخراج بشن یا بیکار بشن و کارخونه دار ها شاید مجبور بشن نیروی کارشون رو تعدیل بکنن. با این موافقی شما؟ من خدمت شما، چون دولت تمام دارایی و درآمد این تولیدی ها رو میگیره ازشون. ببینید همین یارانه ها شما نگاه نکنید، یه گازوئیلی که من مثال زدم برای شما از 1,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان این تو زمستون اگه چقدر درآمد داری مرغداری، یا دونشو که با این دلار ارز وارد میشه، اصلا شما باور کنید چارشون نباشه همین جوریش هم تعطیل میکنه. خان ندیدی؟ بله. خب سپر اجازه بده ببینیم روز به درباره حرفایی که شما زدی چی فکر میکنه و اون مقایسه ای هم که میخواست بکنه. بله. من خانم ندیری کلن با این دوست عزیزمون خیلی موافقم. حرفاش درسته، دولت واقعا نمیخواد از یک طرف و از طرف دیگه ای هم توانایی رو نداره. این سوال شما به نظر من خیلی سوال خوب و منطقی بود که کردین. ببینید دولت نمیتونه و نمیخواد. چرا نمیتونه؟ به دلیل این که ببینید ریشه اقتصادی کشور اونقدر ضعیفه، اونقدر داره ضعیف عمل میکنه، سرمایه گذاری ها داره جای دیگه انجام میشه و نمیتونه بیشتر از این پرداخت بکنه. تولید کننده های داخلی ما بعد از این که جنسشون یا اقلامشون تولید میشه برای عرضه اونا مشکل دارند. امکانات صادرات وجود نداره، امکان واردات وجود نداره. اون کسی که الان به فرض مثال مدیرعامل یک شرکته و یک کارخونه هستش، این شخص بایستی بتونه هزینه های شرکت رو حساب کنه و بتونه در پایان ما حقوق کارمندا رو بده، حقوق کارگرا رو بده. ببینید ما الان بحثمون تنها سر این که واقعا الان یه عده‌ای هستن که حقوقشون، باز هم ما میگیم دارن 500,000 تومان میگیرن در ما، با مینیمم دارن زندگی میکنن، بیمه ندارن، خیلی مشکلات دارن، ولی الان ما با یک 15% مملکت ما در ایران الان مردم بیکارن. ما با نرخ بیکاری 15% مواجه هستیم. ببینید 15% هیچی ندارن. 15% میرن روزها داخل خیابون میوایسن که بتونن یک کاری پیدا کنن با روزی 10,000 تومان و اینا حقوقشون به حتی به 100,000 تومان هم در ما نمیرسه. ممنونم روزبه. اگه اجازه بدی فرصت رو به بقیه هم بدیم که حرفاشون رو بزنن. از هر دوی شما ممنون روزبه و سپر. نوبت کار برای فیسبوک شد. مینو که نوشته این مسئله دو جنبه داره. اول اینکه اگر دستمزد زیاد بشه تولید کننده نمیتونه پرداخت کنه چون هزینه های تولید رو افزایش میده و ورشکست میشه، و از طرف دیگه موجب تورم میشه و همین تورم افزایش دستمزدها رو خنثی میکنه و باز کارگرها فقیر میشن. دوم این که کارگران با دستمزدهای کنونی رو به فقر مطلق میرن که باعث افزایش جرایم اجتماعی میشه. بنابراین این گونه تصمیم گیری ها به نظر مینو بیفایده هستش و حتی اثر مسکن هم نداره. باید زیربناهای تولیدی تقویت بشن تا در بلند مدت تعادل در سیستم اقتصادی کشور پدید بیاد. و همینطور سمیرا که گفته اگر میخواستن بر طبق تورم واقعی حقوق ها رو بالا ببرن باید این تورم حداقل 50% زیاد میشد. این کاربر نمیشه کی به فکر کارگرهاست که با این پول اجاره بدن، پول دکتر بدن یا غذا بخرن. سمیرا پرسه اونایی که این حقوق رو تصویب کردن خودشون میتونن با این حقوق زندگی کنن؟ و همینطور فرشاد که گفته یک کارگر هستش و پرسیده با آیا با این پایه حقوق برای خانواده 3 یا 4 نفره کافیه و یا میشه اجاره بالای مسکن رو پرداخت و یا با این تورم 100% میشه چه کاری دیگه کرد؟ این کاربر گفته جالب اینجاست که وقتی به صاحب کارش هم در مورد کم بودن حقوقش میگه و اعتراض میکنه این جواب رو میشنوه که هر چی قانون تعیین کرده همون رو پرداخت میکنیم، حقوق بیشتر میخواین برین و از دولت بگیرین. به نظر فرشاد چون قشر کارگر وضعیت مالیش خوب نیست و هیچ وقت پشتوانه مالی نداره نمیتونه دست از کار بکشه و اعتصاب کنه. مهمتر از همه اینها اینه که کسی نیست که بخواد یک اعتصاب برنامه ریزی شده رو و هماهنگ رو در سراسر کشور پیاده کنه. و البته نظر این کارگر با اینکه خیلی بلند بود من کوتاهش کردم، این نوشته فقر
فحشا، جنایت، دزدی و خودکشی تو جامعه خیلی بیشتر از این خواهد شد و هرچند که در حال حاضر فروش کلیه کارگرها هم افزایش پیدا کرده. خب برمیگردیم در ادامه برنامه و نظرات شما. حداقل دستمزد در سال 92 و وضعیت کارگران در ایران موضوع گفتگوی امشب روی خط و نظر کمال و فرزاد رو بشنویم. کمال از خراسان روی خط، بفرمایید. سلام، بفرمایید. سلام، خواهش میکنم. به درود میگم، شما مریم خانم هستین یا مسیح خانم یا بله شما در شما بدرود میگم. خواهش میکنم. بفرمایید. نه شما بفرمایید، نظرتون چیه در مورد این حداقل دستمزدی که تعیین شده برای کارگران در ایران؟ اصلا عددی نیست. شما خانم مکی هستین یا مریم خانمی؟ بله شما الان توی برنامه داره صداتون پخش میشه. من مهشیدم، بفرمایید. آها مکی خانم، ببین اینا اصلا این پول عددی نیست، اصلا این چیزی نیست. در مقابل سالهای گذشته، در سالهای گذشته فرض کن اگه 200,000 تومان به 1,000,000 تومان الانم، بازم اون ارزشش بیشتر بود. بله الان ما خودمون یک کشاورزیم. خب متوجه هستی؟ بله ما خودمون کشاورزیم. خب این داره الان در حال حاضر از کشورهای خارج همه چیز داره وارد میکنه، همه چیز داره وارد میکنه بفهم داره. بعد از کنم خدمت شما، از مرغ، از گوشت، همه چیز داره وارد میکنه. برنج، برنجی که ما داریم الان، این برنجی که ما داریم نمونه مال درجه برنج منطقه خودمون، الان باید الان این برنج ما یعنی کیلوی فرض کن 7 تومان باشه، نه اینکه این برنج پاکستانی اون نمیدونم کجا و کجا و کجا میاره، اصلا ارزش نداره. اینا رو میاره باز مابین خود کشاورز داره توزیع میکنه. بله الان این برنجای ما مونده تو خونه، هیچ کی نمیخره. خب الان ما موندیم، یک کشاورز برای یک کود شیمیایی مونده، یک کود شیمیایی نمیده. کود شیمیایی مثلا یک زمان 200 تومانی بود. 200 کی نمیده کمال؟ کی نمیده؟ دولت یعنی به شما این کمک رو نمیکنه؟ بله دولت نمیده خانم عشی. بله. دولت نمیده، دولت اصلا پشتیبانی از کشاورزی اصلا نمیکنه. بله کمال اجازه بده ببینیم فرزاد هم روی خط اسکایپ، ببینیم فرزاد چی فکر میکنه درباره تعیین حداقل دستمزد کارگرها در سال 92. خواهش میکنم. با درود و روز بخیر به شما و اجازه میخوام از شما که سال نو رو پیشاپیش به تمام هموطنان عزیزمون که در سراسر دنیا هستن تبریک بگم، بخصوص به شما خانم مهشید و خانم رویا و همکارانتون که در پشت صحنه هستن که واقعا توی این یک سال گذشته خیلی زحمت کشیدن در با این برنامه شما. ممنون. خواهش میکنم. در رابطه با صحبت‌های این دوست هموطن گرامیمون که از خراسان تماس میگرفتن، در موقع واقعا ایشون به نکات خیلی حساسی اشاره کردن و نماینده های کارگری باید به داده اینها برسن خانم مهشید. و در ایران بزرگترین مشکلی که الان وجود داره برای کارگرانی که الان هستن اینه که حقوق، مثلا اینا حقوقی را اعلام کردن 500,000 تومان در ماه میخوان بدن، اینها بچه مبنای این حقوق را در واقع تعیین کردن. مشکل کارگران ایران اینه که واقعا باید برآورد بشه مشکلاتشون که باید. اینها علاوه مسکن، علاوه رفت آمد، از علاوه خانوادگی که چند نفر هستن، ما نمیتونیم بیایم، دولت نمیتونه به یک خانواده 3 نفره یا 4 نفره بگن که
شما هر چند نفر که هستید ما باید به شما 500 هزار تومان در ماه بدیم. یعنی در واقع حق و حقوق اون کارگر را زیر پا گذاشتن و بهش فقط 500 هزار تومان دادن و از اون کارگر میخوان با این 500 هزار تومان هم خودش زنده بمونه کار بکنه، هم خانواده‌اش را زنده نگه داره. در صورتی که یکی از دوستان از هموطنان داشتن مقایسه میکردن بلژیک را، حالا من کشورهای دیگه ای را مقایسه میکنم، بنده 76 نفر برای من کار رسمی میکنم در سه نقطه دنیای، در که یکی از کشورهای اروپایی در سوئیس و در هنگ کنگ، و چون که ارتباطات ما زیاد هستش با کشورهای، من نمیخوام مقایسه بکنم، من همین کشورهای بلوک شرق رو میگم. مثلا در چک رپابلیک شما به یه سکرتیرتون، یه سکرتیر ورزیده که با سه زبان دنیا هم صحبت میکنه، ماهی حداقل 700 تا 800 یورو حقوق بهش میدید، ولی این حقوق شما نمیتونید در کشورهای اروپایی مثل آلمان یا فرانسه بدید. شما باید 3000 یورو به اون سکرتیر که سه زبان صحبت میکنه بدید. ببینید اختلاف چرا اونجا کمه در چک رپابلیک و مثلا در آلمان یا فرانسه دیگه، به خاطر اینکه اونجا هزینه زندگی در واقع مساعد هستش برای اون شخص، ولی خب در ایران زندگی مساعد نیست برای 500 هزار تومان که یه کارگر بتونه زندگیش رو بکنه. فرزاد اگه اجازه بدی من این سوال از شما بپرسم. شما الان صحبتی که کردی به ما گفتی که شما کارفرما هستی، شما به عنوان یک کارفرما که کسانی که برای شما کار میکنن در ایران هم اتفاقا نیستن، اون خب طبیعتاً کارفرماها میخوان بیشترین سود رو به دست بیارن از کاری که داره انجام میشه، اون چیه که شما رو وادار میکنه که حقوق کارگرهاتون رو درست بپردازین و در واقع شاید از سود خودتون بزنین و به اونها پول بیشتری بدین؟ مشخصاً چی باعث میشه شما این کار رو انجام بدین به عنوان یک کارفرما؟ من به عنوان یک کارفرما مشخصا این رو بهتون بگم، موقعی که بنده خودم در رأس کارم نیستم و در مسافرت هستم و کسان دیگه‌ای که هستن و مسئولیت دارن بعد از من کارهای من رو دنبال بکنن، دقیقاً طوری کارها رو انجام میدن که خودم انجام میدم. پس اینها نشون میدن به من که وظیفه شناس هستن و در نبود من در واقع خیلی دلسوزانه نسبت به کار خودشون و با مسئولیت بسیار بالا کار را دنبال میکنن و نتیجه خیلی مطلوبی را برای من به گزارش میارن. خب قانون کار اون کشورهایی که کسانی که برای شما کار میکنن چقدر روی این مسئله تاثیر میذاره؟ منظورتون از قانون کار چیه؟ یعنی اون حداقل دستمزدی که تعیین شده شما حداقل دستمزد که تعیین شده برای ما میتونیم مثلا بایستی در اروپا، در آلمان یا در فرانسه، بلژیک یا کشور مثل هلند، شما بایستی حداقل دستمزدی رو که میدین ماکسیموم من باید بین 1500 تا 1750 یورو بدم، ولی من باز مقایسه میکنم و یعنی ما حداقل باید این رو بدیم، ولی وقتی ما میبینیم که واقعا اون افرادی که برای ما دلسوزانه کار میکنن، ما خودمون اون پیشنهاد بالاتری را اعلام میکنیم. بله. و در واقع ما افرادی که در رأس کار ما هستن به خاطر تخصصایی که دارن، حتی افراد خیلی نرمالی هم برای ما کار میکنن، ولی حقوق همون افراد نرمالی توی یک جامعه را که ما بهشون میدیم، مینیمم حقوقی که ما برای اونا در نظر گرفتیم 2000 تا 2200 است برای افرادی که فقط و فقط کارهای خیلی ساده ای را انجام میدن. بله. و حتی ما مینیمم حقوق در واقع سندیکای کارگری رو که 1500 یا 1750 هست رو ما اون رو حتی در نظر نگرفتیم، بالاتر این رو به اون افرادی که واقعا در اون حد هستن رو پرداخت. ولی خب در ایران متاسفانه میبینید که یک کارگر که واقعا زحمت میکشه ولی باید با 500 هزار تومن، اصلا 500 هزار تومن این رو نمیدونم، از یه طرف این همه مخارج دارو رفته بالا، از یه طرف مخارج رفت آمد رفته بالا، مواد غذایی به این شکل، اصلا من نمیدونم واقعا اینو میخوام با این 500 هزار تومن چی جوری، فقط نمیدونم آب بخورن. بله. این پول آبشون هم نمیشه. فرزاد ممنونم و همینطور از کمال ممنونم که در بحث شرکت کردین. البته خب همینجور که ما میگیم حداقل دستمزد، حالا ممکنه بعضی از کارگرها بیشتر از این دریافت بکنن و مزایای دیگه ای رو هم دریافت بکنن، اما حداقلش اینه.
اما اولی ببینندانمون بگم هنوز 4 روز دیگه تا عید مونده، هنوز سال نو خیلی زوده که تبریک بگیم به هم، هم وقت برنامه گرفته میشه، هم که اون موقع دیگه چیزی نداریم برای گفتن، بس تبریک سال نو رو بزنیم برای سر سال نو. و اینکه سعید رو براتون بخونم، یه گفته دولت ایران حامی قشر آسیب پذیر و کارکنان و حقوق بگیران یا مالیات دهندگان نیست و برعکس ارباب و بر علیه آنان است، چون به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده. و همینطور سارا که گفته ای کاش میشد این آقایون وزرا و نمایندگان عزیز و دلسوز ملت تاکید کرده روی ملتش و گفته که در مجلس نشستن 2 ماه با حقوق و دستمزد کارگری و کارمندی زندگی عادی داشته باشن، اون وقت تشریف بیارن برای ملت توضیح بدن چطوری امورات خانواده و زندگیشون رو گذروندن که بار اضافی روی دوش دولت نذارن. ما هم یاد بگیم که بار اضافی روی دوش دولت نباشیم، حتی ما ازشون خیلی هم ممنون میشیم. این هم نظر سارا بود. ولی امروز خیلی جالب بود که بیشتر فیسبوک ما رو خانوما داشتن پوشش میدادن و کلی برامون پیغام گذاشته بودن، انگار خانوما خیلی مشتاق مباحث کارگری هستن و طرفدار کارگرا. خب اما مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگران و همچنین نماینده ملی کنگره کارگران کانادا همراه ما هست. ممنونم از وقتتون و حضورتون در برنامه روی خط. اجازه بدین با این قسمت شروع بکنیم که در ایران یکی از مسائلی که همیشه در ارتباط با مسائل کارگران مطرحه، نبود تشکل‌های مستقل کارگری است و مسائلی که در این رابطه مطرح میشه. شما این نبود تشکل‌ها رو در این مورد خاص چطور ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنید چقدر روی این مسئله تاثیر گذاشته؟ منم سلام می‌کنم به شما و تمام بینندگانتون در هر کجای دنیا که هستند. شما بینندگان قبلی راجع به این مسائل بسیار صحبت کردند و به درستی شما آوردید روی اصل موضوع که چرا در نبود تشکلات کارگری دولت به عنوان یک نهاد اصلی میتونه تصمیم بگیره و به جای کارگرانی که دارن تو اون جامعه زندگی میکنن و با اون شرایطی که در حال حاضر دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن، با این حداقل دستمزد چی کار باید بکنن؟ من فکر میکنم شما دیدید که دوستانمون میگن که دولت نمیتونه یا نمیخواد. به نظر من مشکل اصلی اینه که تو جامعه که نهادهای مدنی دموکراتیک وجود نداشته باشه، خب دولت میتونه هر تصمیمی رو دیکته بکنه و طوری هم وانمود بکنه که واقعیت امر هم همین اساسه. چیزی که امروز اگه یک نگاهی بکنیم با آمار سازمان بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول نشون میده که ایران یکی از 18 کشور اصلیه که در حدود 1 تریلیون دلار فقط پول ارزی داره، که اگه شما این پول رو یعنی میتونه خرید بکنه بیاریدش در تو خود جامعه و بر اساس واقعیت جامعه و روی سرمایه گذاری بکنن روی بخشای متفاوت. و دیدید که کشاورزی از استان خراسان گفتش که امروز حتی عادی ترین و حتی برنج هم وارد میکنن و ما میبینیم که اقتصاد ما یک اقتصاد نظامیه و سپاه پاسداران خودش به عنوان کارفرمایی که دولت رو هم میگردونه طوری برخورد کرده که با واردات و با داشتن بسیار چه بنادر و چه واقعا فرودگاه‌های خصوصی که داره بیشترین سود رو از این وضعیت میبره و برایشون هم مهم نیستش که جامعه کارگری ما امروز 500 هزار تومان حقوقشون باشه و چه بسا تو خیلی از بخش‌های جامعه ما همین 500 هزار تومن هم به کارگران نمیدن. شما اگه برید تو همین زنانی که امروز شما میگید تو فیسبوک بسیار فعال هستن، این زنان بخش عمده‌شون به قول معروف قربانی این سیاست‌های اقتصادی هستن. شما برید تو بخش‌های تولیدی و دوزندگی نگاه کنید، کارگران زن ما رو حتی همین 500 هزار تومن که هیچ، 250 هزار تومن تا 300 هزار تومن بهشون حقوق میدن و چه بسا خیلی از جاها ما بر حدود 1 میلیون کارگرمون بین 2 ماه تا 2 سال 3 سال حقوقشون رو دریافت نکردن. در یک چیز کلیتی اگه بخوایم ببینیم، اولا نهادهای کارگری وجود نداره و خود دولت هم کسی نیستش که ازش بازخواست بکنه، یعنی قوانینی ما نداریم که کارگران ما برن بر اساس اون قوانین شکایت بکنن. اگه امروز ما میبینیم صندوق بین المللی پول در کشورهای مثل یونان، پرتغال، اسپانیا بهشون فشار میاره، حداقل دستمزد رو پایین نگه داریم، من فقط یک جمله بگم،
در ایران میگه که حداقل دستمزد شما پایین میگردارید و ببینید که عاقبت این کار سیستم اقتصادی شما چه چیزی هست و شورش های کارگری که در آینده نزدیک در قبالش باید جوابگو باشه. بله مهدی کوهستانی نژاد، ما به شما باز برمیگردیم، بحث رو ادامه میدیم. صدا هم البته این مقدار مشکل داشت، من عذرخواهی میکنم اگر بتونیم اسکایپ رو دوباره ارتباط رو برقرار بکنیم. و همینطور که مصطفی که برامون نوشته مبلغ 500 هزار تومان واقعا جای بحث نداره، وقتی خود دولت خط فقر رو 1,200,000 تومان اعلام کرده، این مبلغ یعنی ایجاد فساد و دزدی و فقر و بیکاری و اعدام‌هایی که در سال بعد شاهدش هستیم. ای کاش مسئولین مجبور بودن که یک ماه با این مبلغ زندگی می‌کردن تا مردم رو بیشتر درک کنن. اما همونطور که گفتم این مبحث و دغدغه خیلی از کسانی بود که در شبکه‌های اجتماعی فعال بودن. من وبلاگ پیدا کردم به نام کیان گیتی گوهر که در مطلبی تحت عنوان ایدی شورای عالی کار به کارگران مطلبی نوشته که در مورد دستمزد سال آینده اشاره کرده، نوشته 487,125 تومان فشار بی امان بر کارگران و جامعه کارگری ایران دیگر نه ماهانه بلکه هر روز و هر ساعت بیشتر میشه. افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و افزایش تنها چند درصدی و سالیانه حقوق کارگران با هم مطابقت نداره. این بلاگر نوشته کارگران سر مسائلی چون رد نکردن بیمه توسط کارفرمایانشان، کسر مالیات از حقوق ناچیزشان، قول گرانی، اجاره بالای مسکن، هزینه های بالای رفت و آمد به محل کارشون و مسائل دیگه دست به گریبان هم و در انتها چیزی نمیمونه جز از همگسیختگی نظام خانواده، حالتهای عصبی، درگیری فیزیکی و روحی افراد در جامعه و خشم و افسردگی و تشویش اذهان عمومی و در نهایت افسردگی و استرس در جامعه. خب نظر مریم و نادر رو بشنویم. مریم از تهران، شما چی فکر میکنی در مورد دستمزد کارگرا در سال 92؟ دیروز بر شما خانم محسنی همچنین من میخواستم بگم که الان بنده شوهر من بازنشستش کردم و حقوق الان تازه شده 390 تومن، در حالی که اون موقع برای تورم که شده بود مال همه رو اضافه کردم. من هم رفتم ازدادت بازنشستگی، گفتم که چقدر تعلق به من میگیره، گفت شامل حال شما نمیشه. چرا؟ شما 15 سال به پایین هستید. خب من چه تقصیری دارم؟ گفتم تورم هم شامل حال من نمیشه. در هر حال من دیگه توقع ندارم، برای که قانون اسلامه، اسلام به قول خودش عدالت، قانون عرب آمده، اسلام خودش معنی خود اسلام کلمه عربیه، آوردن اینجا که تبلیغ هم میکنن، مبلغ خوبی مثل اقتصاد دانا که تبلیغ میکنن قانون رفع و تجهیز و عدالت و چیز و شفقت و این چیزا، در حالی که من فکر میکنم قانون ظلم و ستیزه. بله ببینیم، اگر ظلم نبود کجای دنیا، اگر ظلم نیست که یک فرزندی که پدر خودش رو از دست میده از محبت پدری محروم میشه، تازه اول که جایگزین کنه از مادرم محروم بکنه که بچه باید فرمود پدری باشه، حالا فامیل اون پدری چطوری باشه، چه آدمی باشه، دور افتاده باشه، با چه چیزی، فقط مال اون باشه. مریم اگه اجازه بدین نظر نادر رو هم از کیش بشنویم، ببینیم نادر چی فکر میکنه در مورد این حداقل دستمزدی که تعیین شده برای کارگرها. نادر از کیش؟ بله با سلام خدمت شما جناب مرشد خانم، شب شما بخیر. در اینجا به وقت کیش شبه از شب خدمت شما که دستمزدی که 500 هزار تومان اعلام شده معلوم نیست با دولت که گفتن دولت خدمتگزار واقعا طرف خدمت مردم رو داره میگیره یا خیر. این از این، اگه واقعا تو فکر مردمه، داره به مردم میخواد کمک بکنه، میخواد دست فقیرها رو بگیره، میخواد دست فقرا رو بگیره بلند کنه، اولا که 500 هزار تومان واسه یه خانواده 3 نفری یا 4 نفری که ما خیلی از جمعیت خانوادهمون بیشتر از اینا هم هست، بخصوص تو روستاها و تو شهرستان خیلی کوچیک‌تر، واقعا عددی نیست، واقعا مبلغ خیلی ناچیزیه، در صورتی که اجاره ها واقعا بالاست، قدرت خرید اومده پایین، گرانی ها، تورم، تورم روز به روز داره همینجوری تورم به رو به بالا میره. هر شبه که قیمت فرزن یه دونه برنج 10 کیلوی خارجی که ما الان دوستیمون از شنبه پیش صحبت کردن که گفت داریم برنج وارد میکنیم، من اصلا نمیبینم برنج وارد بشه. برنج های هند پاکستانی و هندی که قبلا تو ایران بود الان باید صف بگیری براش،
با چه مشقتی گیر میاد. همون قیمت 27000 تومان در کیلوش الان شده 45000 تومان، اونم به صورت سهمیه که تو مغازه اصلا پیدا نمیشه. و یا کارگر با در ماه در روز چند ساعت اضافه کاری بکنه، در ماه بشن فرضاً 100 ساعت، اون 100 ساعت به مبلغ 500 تومانش اضافه بشه، واقعا بشه 700 تومان نهایتاً یا 800 تومان. باز این میخواد کجا شکن بچه‌هاشو سیر کنه، یا کجا مثلا به اجارهش برسه، به خوراکش بله. برسه، به مدرسه بچه‌هاش برسه. بله ممنونم نادر و همچنین ممنونم از شما مریم. اما همکارم روزبه بلحری خبرنگار رادیو فردا همراه ماست. روزبه ممنونم از وقتت و حضورت در برنامه روی خط. ما دوست داشتیم اول برنامه شما رو داشته باشیم که برای ما یه مقدار از جزئیات این حداقل دستمزد بگی، که خب ما البته گفتیم حدود 500 هزار تومانه، اما سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که این 25% نیست که اضافه شده، در واقع چیز حدود 300% به مواردی اشاره کرده که اونها مثلا حق عائله‌مندی اشاره کرده بود که اضافه شده، حق اولاد ظاهرا حدود دو برابر شده. بالاخره اون چیزی که به اصطلاح دست کارگرا رو میگیره هر ماه چه مبلغیه؟ خب همونطور که سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته، حقوق و مزایای ماهانه کارگران هلوهوش 30% افزایش پیدا کرده. با این حال یعنی شامل دستمزد میشه که 25% هست و 5% بقیه شامل همون افزایش حق اولاد و عائله‌مندی میشه. با این حال خب این رو هم باید اضافه کرد که به طور مثال حق مسکن همون 10000 تومان در ماه باقی مونده. یعنی یک کارگر فقط 10000 تومان دریافت میکنه برای اجاره یک خونه برای خودش یا برای خودش و خانواده‌اش در ماه، که بنابراین اضافه نشده. ضمن اینکه به هر حال 5% هم تأثیر چندانی نمیگذاره، چون حتی آمارهای متفاوتی در مورد هزینه خانوار کارگری هست که به طور مثال نایب رئیس کانون عالی انجمنهای کارگری که تشکلی هست که توسط دولت به رسمیت شناخته شده و در سالهای اخیر هم شده، در آذر ماه یا دی ماه اعلام کرد که هزینه خانواده هزینه ماهانه یک خانواده کارگری 1,600,000 تومانه. هر چقدر که با آمار هم سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بازی کرده باشه و بگه که بر اساس نرخ تورم که 32% بوده، نرخ دستمزد و مزایای کارگرا 30% افزایش پیدا کرده، نشون میده که حقوقی که نزدیک 500000 تومان هست چه مقدار فاصله داره با 1,600,000 تومان. یعنی 1,100,000 تومان همین الان این اختلاف وجود داره. بله اما روز به البته این نکته ای که یه خورده از بحثمون شاید خارج بشیم، اما اینکه حق اولاد تقریبا دو برابر شده، حق عائله‌مندی کارگران اینجور که سرپرست وزارت تعاون گفته 59% افزایش پیدا کرده، به نظر میرسه یه مقدار در جهت سیاست افزایش جمعیت حکومت هم باشه، اینطور نیست به نظره؟ خب شاید باشه، ولی واقعا تا چه اندازه میتونه پاسخ خوب باشه؟ به خاطر اینکه به طور مثال حق عائله‌مندی یا حق اولاد واقعا مبلغ آنچنانی نیست، شاید حتی بشه همسطحش دونست با یارانه‌ای که به هر فرد داره تعلق میگیره با حذف قانون با اجرای قانون حذف یارانه‌ها یا حالا قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که در جمهوری اسلامی ایران شهرت پیدا کرده. با این حال واقعا جوابگو باشه. حدس و گفته شما تا اندازه‌ای درسته، خب خروجی قضیه نمیتونه موثر باشه برای این موضوع. بله اما روز به این نکته هم اشاره بکنیم، به هر حال یکی از مسائلی که سرپرست وزارت تعاون بهش اشاره کرده میگه اگه افزایش بیشتر از 25% میشد احتمال از دست دادن شغل و بیکار شدن کارگرا بالاتر میرفت. این دلیل به نظر چقدر میتونه واقعی باشه؟ یه مغلطه است. در دولت‌های آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی با همین توجیه ایجاد اشتغال، کارگاه‌های زیر 5 نفر و بعداً کارگاه‌های زیر 10 نفر از شمول قانون کار خارج شدند. یعنی میلیون‌ها کارگر الان امکان اینکه حق بازنشستگی دریافت بکنن بعد از بازنشستگی شدن ندارن. حق حقوقشون حتی بر اساس همین حداقل حقوق ماهانه هم اضافه نمیشه. یعنی همین الان که 390000 تومان هست، بخش بزرگی از کارگران 390000 تومان هم دریافت نمیکنن. این رو هم اضافه بکنیم که 80% کارگران ایران قراردادی هستند و کارگران قراردادی و یا پیمانی باز هم حقوقشون بر اساس همین حداقل دستمزد ماهانه کارگران پرداخت نمیشه. ولی تو همین
شاید 8 سال دولت آقای احمدی نژاد، 8 سال آقای خاتمی، یه چیزی حدود 12 ساله. آیا به میزان اشتغال افزایش پیدا کرده یا نه؟ در جهت رشد بیکاری ما داریم می‌بینیم گام برمی‌داره اقتصاد ایران. خب مشخصه در جهت بیکاریه. این اصطلاح میتونه باز هم درست باشه به خاطر اینکه استناد میشه کارفرمایان ندارند، امکان پرداخت حقوق بیشتر رو ندارند. باز همین درسته، ولی صورت مسئله به اینجا بر نمیگرده. به این برمیگرده که دولت تعهدات خودش رو در قبال بخش خصوصی انجام نداد. دو سال پیش یا بیشتر که میخواست قانون حتمی شدن یارانه‌ها رو به اجرا در بیاره، تعهد کرد که ما با تفاوت اجرای این قانون رو اونا بپردازه. ولی هیچ خبری نشد. کار به جایی رسید که آقای محمد عطارودیان، رئیس کانون عالی کارفرمایان کشور، چند روز پیش با خبرگزاری ایلنا مصاحبه کرد و گفتش که ما تبرعی از دولت نداریم. حقوق کارگر باید بین 700 تا 800 هزار تومان برسه حقوق ماهانه شون، ولی دولت اون تعهداتی رو که در قبال ما انجام نداد بیاد و در قبال کارگران انجام بده. یعنی این موضوع هم هست. دولت درست میگه از بعضی لحاظ، از لحاظ آمار، ولی آمار همه چیز نیست. واقعیت‌هایی هم وجود داره. سیاست اقتصادی دولت بود که باعث شد بخش خصوصی ضعیف‌تر بشه. چرا کارخونه‌ها رو روند تعطیلی دارن؟ آیا واردات بی‌رویه نبود؟ آیا واگذاری کارخونه‌ها به مدیران نظامی که باعث تعطیلی کارخونه‌ها شدن نبود؟ آیا همین اجرا شدن تعهداتی که دولت متقبل شده بود باعث ورشکستگی کارخونه‌ها نشد؟ ضمن اینکه بر اساس اون چیزی که خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر کردن، سهم دستمزد یک کارگر در هزینه شده یک کالا یا یک قلم یا هر چیز دیگه بین 10 تا 13%. بنابراین هر چقدر هم افزایش پیدا بکنه کارگر، به نظر من نمیتونه بپوشونه. زمینی که به طور مثال لبنیات در سال گذشته روز به اگه اجازه بدید کیفیت صدات هم زیاد خوب نیست، ما باز برمیگردیم بحث رو باید ادامه میدیم و همجور بحث رو با شما ادامه خواهیم داد در ادامه برنامه. من یاسمن براتون نظرش وضعیت کارگران و تعیین حداقل دستمزدشون در سال 92 موضوع گفتگوی امشب برنامه روی خطی که در فیسبوک دنبالش میکنیم. یاسمن یکی از کسانی هست که گویا خودش با این مشکل دست به گریبان هستش. گفته که دستمزد که دولت تعیین کرده مربوط به کارگران تحت نظارت دولت هستش، که در صورتی که خیلی از کارگران در شرکت‌ها و کارگاه‌های خصوصی کوچیک کار میکنن و به زور حقوقشون به 300 هزار تومان میرسه و در ضمن دستمزد خانم‌هایی که در شرکت‌های خصوصی کار میکنن به صورت عرف بین 200 تا 300 هزار تومانه. این کاربر گفته که مشکل عمده اینه که دولت هیچ نظارتی بر کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی نداره. و همینطور یک کاربر دیگه ما در سازمان برق اهواز کار میکنه و گفته وقتی که میخوان به ما پول بدن ما کارمند محسوب میشیم، اما وقتی که میخوان، چون مبلغی که به کارمندان میدن کمتر هستش، ولی وقتی میخوان مزایا بدن ما میشیم کارگر. گفته ما نمیدونیم بالاخره حقوقمون، ما کارگریم یا کارمند هستیم و چجوری باید حقوق ما محاسبه بشه. و گفته تازه وقتی میخوان حقوق بدن میگن 28 تا 29 اسفند میدیم. خب اون موقع این پول به چه درد ما میخوره و چه نوع خریدی میتونیم باهاش بکنیم؟ این هم نظر کاربری بود که خودش کارگر بود. و همینطور ملودی گفته شورای عالی کار باید بر حسب تورم و نرخ روز حقوق کارگران و حقوق بگیران رو محاسبه کنه، نه بر حسب سال گذشته. در این میان نقش کارفرما و کارگران و حقوق بگیران پیگیری جدی و مصمم بودن برای خواسته ها و مطالباتشون هست و اگر تا به حال به خواسته هاشون نرسیدن چون متحد منسجم بر روی مطالباتشون پافشاری نکردن. این هم نظر ملودی بود. نظر سینا و امیر رو هم بشنویم. روی خط هستید سینا از تهران، بفهمید. ندیری عزیز و همچنین خانم ملکی محترم. خانم ندیری، برنامه امشب خیلی پرمحتوا بود و خیلی بنده استفاده کردم، ولی من حرفی که میخواستم بزنم عرض کنم این بود که آدم وقتی یه مقدار آماری که توی کشور داره اتفاق میفته رو یه نگاه میکنه،
میبینه که واقعا راحتی میتونه انسان به ناکارآمد بودن و غیر کارشناسان کارهایی که دولت داره انجام میده به راحتی برسه. ببینید شما دستمزد کارگران اینجوری مثلا میشه، با این قیمت میشه، این حد رو براش در نظر میگیرن، ولی وقتی که نگاه میکنی مثلا به یه کارخانه لبنیات میبینی که از پارسال، از سال 90، از فروردین 91 تا انتهای سال 91 بیش از 5-6 بار قیمت کالاشو برده بالا. یعنی شما جنسی رو، کالایی رو تو ایران پیدا نمی کنید که باور کنید بالای 100%، بعضی 200%، تو صنایع خودرو، تو صنایع لوازم خانگی، توی خوراک، توی پوشاک، همه چیز اجناس، همه چیز 100%، 120%، حتی 200% رفته روش، ولی از اون طرف درآمد کارگرا. خب فکر می‌کنی چرا این اتفاق نیفتاده سینا، با وجود اینکه در قانون کار هم وجود داره که باید این رو در نظر گرفت، حقوق کارگرها باید اضافه بشه بر اساس تورم و همینطور بر اساس مخارج روزانه، فکر می‌کنی چرا این اتفاق نیفتاده؟ ببینید خانم ندیری، این دولتی که الان توی مملکت ما داره سر مردم خراب شده، یه چیزو داره میخواد به زور به مردم القا کنه. یه ضرب المثلی هست میگن با حلوا دهن شیرین نمیشه، اینا به زور میخوان اون ذائقه شیرین رو توی دهن مردم بذارن که متاسفانه اینجوری هم نیست. دلیلش هم همینه، دلیلش واقعا ناکارآمد بودن دولته. فکر یعنی میکنی دولت‌های قبلی در این زمینه چطور رفتار کردن؟ بهتر بود خانم ندیری، من مؤید دولت‌های قبلی نیستم، چون که واقعا اونا هم انتقاد بهشون بود، ولی قطعا شما قطعا بدونید که این دولت قبلی خیلی بهتر کار میکردم. شما ببینید دولت آقای هاشمی تیم اقتصادیشون به مراتب قوی تر بودن، اصلا قابل قیاس نبودن با تیم اقتصادی که الان این آقا آورده سر کار. واقعا بذار ببینیم امیر از تهران چی فکر میکنه درباره حرفی که شما زدی سینا. امیر سلام، بخیر، ممنون، متشکرم. خدمتتون هستم. من با نظر سینا موافقم، اگر مملکت دست خود مردم بیفته، مردم اداره کنن، خیلی بهتر از این میشه. ولی بذاری من یه زاویه دیگه بگم. من تولید کنندم، واقعا از کارگر بدبختر. ما تولید کننده هاییم، تمام به قدر اذیت میکنن. شما تو منطقه های صنعتی برین، 60-70% کارخونه ها تعطیلن. به هیچ وجه کسایی هم که دارن کار میکنن فقط به خاطر کارگرشونه. یعنی همه ما اگر بفروشیم، بانک بذاریم، 3-4 برابر این سودی که الان داریم در میاریم. واقعا همینم هم برای کارگر کمه، ولی ما هم در نمیاریم که بدیم. تو یکی دو سال اخیر تولید و صنعت رو به مردن داره میره تو مملکت. بله، ممنونم از هر دوی شما، امیر و سینا. اما مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگران، همراه ماست. بحث های مختلفی مطرح شد، کارفرماهایی با ما تماس گرفتن و همینطور کسانی که صحبت میکردن درباره وضعیت کارگران. هر دو طرف به نوعی ظاهرا ناراضی هستن، یکیشون الان امیر روی خط بود و در این باره صحبت میکرد. اما موردی که وجود داره به هر حال در خبرهایی که دنبال میکردیم، شورای عالی کار و اونجایی که تصمیم گرفته میشه که حداقل دستمزد چقدر اضافه بشه، نماینده های دولت اونجا هست، نماینده های کارگری هستن و کارفرمایان، و به نوعی بحثایی که مطرح بود ظاهرا هر سه این نماینده ها، مال دولت که دولت، نماینده های کارگری هم که از طرف دولت تعیین میشن و همینطور کارفرمایان هم که عمدتا دولتی هستن. خب این وسط چجوری میشه انتظار داشت که حق کارگرها در نظر گرفته بشه؟ حالا به نظر من بحث رو تمام بینندگانتون کردم. روح و وجدان عمومی جامعه ایران داره اینا رو به قضاوت میگیره. یعنی امروز اگه آقای عباسی به عنوان رئیس شورای عالی کار میشینه و به خاطر اینکه ایشون هم یکی از سهامبران این کیک و ازش داره نون شبش رو میخوره و فکر میکنه که خودش وقتی بهش انتساب میکنن نماینده کارگری، حتما میره تو آینه به خودش هم میگه جدا من نماینده کارگر هستم یا نه. من بگم روح عمومی جامعه ایران هر لحظه گسترش پیدا میکنه. امروز همین که شما میبینید در 50 دقیقه گذشته برنامه شما، هیچ کسی ندیدیم یک نمونه بیاد و دفاع بکنه از وضعیت عمومی جامعه ایران. مطمئنن بسیاری از این آقایون خودشون امروز این برنامه رو میبینن، مطمئنن
کسانی که خودشونو نمایندگان کارگر میدونن این برنامه رو دارن نگاه میکنن و من فکر میکنم حداقل باید این به عذاب وجدان شب با خودشون حمل بکنن و کابوس داشته باشن که چطوری میتونن و این زندگی رو بر کارگران ما تحمیل بکنن. امروز شما خوندید خانومی میگه که حقوق ما بین 200 تا 300 هزار تومان، بخش 80% جامعه ما عملا از اینکه قانون کار شاملشون باشه محرومن و جامعه کارگری ما از نماینده خودش محرومه، یعنی نمایندگانی که مثل دیگر شنوندگان مثل اقتصاددانان بیان تو برنامه شما و بحث خودشون رو بکنن. دولت داره به زور و تمام چیز تو رسانه هاش هر روز صبح تا شب اعلام میکنه نداریم، بیچاره این، بدبختیم، اوضاع اقتصادی خرابه، ولی وقتی میبینیم پولتیکی آقازاده های ما اگه 500 هزار تومن به هر کدومی بچه هاشون بده از خونه بیرون نمیرن، شب تو خونه بحران دارن، ولی جامعه کارگری ما همین امروز داره نشون میده که داره جلو میره، بسیار آگاهه، داره خودشون متشکل میکنه، خودشون جا جمع و جور میکنه، خودشون با آگاهانه میبره جلو و در سطح منطقه بالاست. یعنی امروز آقایون نمیخوان بشینن یه نگاه بکنن به کویت و عمان و قطر و امارات و اینا، ببینن وضعیت اقتصادی مردم اونا چیه. من اسلامو میگن یه حرفا، ولی تو جامعه ما این دو شخصیتی اصلا یه چیز بخش ما اگه بخوایم جامعه ایران رو تصویر یه تو یه جمله بگیم میگیم آلیس در سرزمین عجایب. این مردم ما توی سرزمین عجایب با این حضرات دارن دست و پنجه نرم میکنن و زندگیشون رو میکنن و واقعا هم یاری میکنن، همکاری میکنن، پشوانه هم دیگه هستن. امروز کارگری اگه نتونه همین تولید کننده شما گفت به درستی هم گفت بسیاری از محیط های کار امروز وجدانن نمیتونن خودشون تأثیر بکنن چون نمیتونن تو به کارگرشون نگاه کنن بکنن شب سال نو بیکارش کرده. بله ممنونم. من عذرخواهی میکنم کیفیت صدا متاسفانه زیاد خوب نیست، ولی ممنونم از اینکه در برنامه شرکت کردی. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون های بین المللی کارگر. یار کارگر اسم وبلاگ دیگه ایه که من پیدا کردم و به قلم اشکان که مطلبی با این عنوان نوشته: دستمزد سال 92 کارگران حاصل توافق کارفرمایان با دولت. این بلاگر ادامه داره: تا زمانی که ترکیب اعضای شورای عالی کار بر مبنای سه جانبه گرایی نباشه و گروه کارگری تنها اقلیت خونسا در این شورا باشن، نمیتوان از گروه کارگری این شورای عالی توقع تسبیب مزدی واقعی رو داشت. به نظر نویسنده این وبلاگ، مزد امسال 100% مطابق میل کارفرمایان دولتی و خصوصی تعیین شده. من مطالب دیگه هم پیدا کرده بودم که حقوق کارگران در 10 سال گذشته تنها 401 هزار تومان افزایش پیدا کرده و نکته دیگه هم که پس البته در 13 سال گذشته این رقم بالاترین رقمی بوده که در حقوق کارگری افزایش داشته. و هم براتون نظر سعید رو بخونم که به نظرش دلیل این که تعیین کنندگان دستمزد کارگران خودشون کارفرما هستند این مشکلات پیش میاد، افزایش دستمزد به ضرر خودشون میشه، تازه افزایش هم پیدا کنه وقتی دیر به دیر پرداخت بشه چه فرق میکنه. این کاربر نوشته 2 سالی که ایدی نگرفته و در حالی که شرکتشون انحصاری هستش و درآمدش هم خیلی خوب و بالاست. نادر هم به وضعیت کارمندان شرکت گفته اونها هم وضعیت بهتری ندارن. این کاربر نوشته در کشوری که میشود حقوق بدون کار به افراد داد، ببین این حکومت به اصطلاح اسلامی چطور فقر و فحشا رو گسترش میده و کجای این حرکت با دین و اسلامی که تبلیغ میکنن مطابقت داره. این کاربر نوشته منتظریم خود این حضرات هم در چنین وضعی قرار بگیرن. و نظر مختار رو براتون بخونم که گفته اقتصاد نیمه ورشکسته ایران به سوی فروپاشی میره از نظر این کاربر و گفته قدرت خرید اکثر مردم که از قشر متوسط جامعه هستن هر روز ضعیف‌تر میشه، تورم و گرانی به سرعت قدرتمندتر میشه. به نظر مختار در این نابسامانی به علت عدم خرید کالاهای مختلف از سوی مردم، تولید کننده ها هم با ضرر پیشبینی نشده روبرو شدن که یا به تعدیل نیرو میپردازن یا اعلام ورشکستگی میکنن. مختار نوشته حالا اگر حقوق قشر کارگر افزایش زیادی پیدا کنه بسیاری از مشاغل ورشکسته میشن و حذف میشن و تعداد زیادی کارگر بیکار که بار مالی بسیاری را بر دوش دولت داره. اما اگر مبلغ ناچیزی به حقوق کارگران اضافه بشه آب از آب تکان نمیخوره، زیرا فقر و تنگدستی
و البته مشکلات معیشتی سالهاست که گریبانگیر کارگران ایران هستش و هر روز هم بر این ظلم افزوده تر میشه. خب نظر علی از آلمان رو بشنویم. علی خواهش میکنم کوتاه بگو. ما و تمام هموطنانمون در تمام دنیا می‌دونید که ببینید برای یک کارگر ایرانی وقتی که 100 اورو در ماه میخوان بدن این یعنی چی؟ یعنی واقعا بدبختی کامل. به قول خودشون میگن حداقل که بتونن شاید یک کارگر رو در ماه تامین کنن یک 20 تا 1500 یعنی اخی با 500 هزار تومن که میشه 100 اورو در ایران چی کار میتونن این کارگر را انجام بدن نظر شما؟ بله دقیقا سوال هم همینه علی، بخاطر اینکه میدونید این از نظر اینکه نه دولت هامون بخاطر اینکه از اون رده بالای مملکت تا اونجایی که تا اون پایین پایین ها همین که هست که سیستم های خودشون هم هیچ کنون که این کارگرای بدبختی که از صبح تا شب میخوان برن زحمت بکشن و میخوان به صلاح زندگی روزمره شروع بکنن هیچ کسی به فکر اینا فقط اینا یه بحثایی رو انجام میدن یه صحبتهایی رو میکنن فقط برای دلخوشی. بله. زمانی که یه کار مثبتی انجام بشه واسه اینا چیکار میتونن بکنن؟ یه کارگر با 500 هزار تومان واسه این شبه چیکار میتونه؟ حداقل ما میگیم 3 نفر. نمیگیم بیشتر. بسیار خوب، ممنونم. ممنونم علی از تماست. اما روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا همراه ما. روزبه، من می‌خواستم خواهش کنم برامون یه جمع‌بندی بکنی آخر برنامه است و اینکه به هر حال بعضی‌ها صحبت از این کردن که شکایت بکنن، دعوا رو جای دیگه مطرح بکنن، آیا احتمال اینکه این دستمزد حداقل دستمزد تغییر بکنه وجود داره یا نه؟ خب متاسفانه صدای روزبه پخش نمیشه. بله بله بفرمایید. الان صداتون اومد. با توجه به تجربه امسال چون نیمه دوم سال که گذشت تشکل‌های کارگری، چه تشکل‌های کارگری مستقل و چه به رسمیت شناخته شده از طرف دولت، خواستاریم بودن که شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای همین امسال بکنه که این کار صورت نگرفت. عوضش که ما شاهد ارائه تومارهای از روی اتحادیه آزاد کارگران ایران با 30,000 امضا و همینطور سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه با 2,000 امضا بودیم به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که باز هم بی پاسخ موند. البته خانه کارگر مطرح کرده که میشه از طریق دیوان عدالت اداری کار رو پیش برد. خبرگزاری ایلنا هم بحث این رو مطرح کرده که مواردی از در قانون اساسی وجود داره که میشه اونها رو هم مورد استفاده قرار داد. این امکانات وجود داره برای کارگران، ولی خب در کنار این قضیه تشکل‌های کارگری این رو و فعالان کارگری نکته رو اشاره میکنند که تا زمانی که تشکل یابی مورد از سوی کارگران به اجرا در نیاد یعنی فشار روی کارگران وجود خواهد داشت. بله ممنونم روزبه بلهری از اینکه در برنامه امشب شرکت کردی خبرنگار رادیو فردا. من فکر می‌کنم وقتی کمی داریم. علی که برامون نوشته که به خاطر این کارگران نمیتونن مطالباتشون رو بگیرن و همیشه قشر آسیب پذیر محسوب میشن به خاطر اینکه اتحادیه و سندیکای کارگری ندارن و همینطور پارسا که گفته کارگر ایرانی از حقوق خود و راه‌های رسیدن به اون بیخبر هستش مثل اعتصاب، اعتراض و به نظر این کاربر کم سوادی کارگران دلیل ریشه‌ای این کار هستش. و کاربر دیگه به نام داوود هم گفته مشکلات کارگران ریشه در نظام جمهوری اسلامی داره و تا زمانی که آنها هستن این مشکلات ادامه خواهد داشت. خب ممنون رویا، ما هر کجای دنیا که هستید تلفنتون رو بردارید، از تبریک سال نو برای ما ویدیو بگیرید، برای ما بفرستید. محمد از تخت جمشید ویدیویی گرفته و سال نو رو تبریک گفته، اینو با هم ببینیم تا بعد. الان تخت جمشید هستیم، سال نو رو تبریک میگم، سال خوبی داشته باش. خب منتظر ویدیوهای شما هستیم. در برنامه چهارشنبه برنامه ویژه نوروزی روی خط پخش خواهد شد. برای ما ایمیل بکنید روی خط @voanews.com. در فیسبوک هم البته میتونید این رو برای ما بفرستید. ممنونم که ما رو همراهی کردید در برنامه امشب. مراقب خودتون باشید و شبتون بخیر.